با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، عزیزانی که تا به حال این برنامه ها رو دنبال میکردید. در برنامه کتاب مقدس پاسخ میدهد در خدمت شما عزیزان هستیم. در رابطه با اون سوالاتی که شما عزیزان برای ما میفرستید، این برنامه ها تونسته به خیلی از عزیزان کمک بکنه و امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم به شما عزیزان خدمتی بکنیم و این جواب ها رو برای شما عزیزان ارسال کنیم. خیلی خوشحالم که با دوست بسیار عزیزم دکتر ساسان توسلی در خدمت بینندگان عزیز هستیم. ساسان جان مرسی. رضا جان منم خیلی خوشحالم و امیدوارم که برنامه‌های مفیدی بوده باشه. بعضی وقتا خودم فکر می‌کنم بعضی وقتا به خاطر محدودیت زمان و وقت بعضی از جوابا رو میتونیم خوب پرورش بدیم، بعضی وقتا کم میاریم، جوابا شاید خیلی قانع کننده یا واضح نباشه. حالا امیدوارم بالاخره هر عزیزان ما رو ببخشن با بزرگی خودشون اگه بعضی وقتا جوابا شاید کافی نیست، ولی داریم سعیمون رو میکنیم که تا اونجایی که میتونیم توی این محدوده زمانی سوالای مختلف رو مطرح کنیم و تا اونجایی که به عقل بنده و شما میرسه جواباش رو در میون بذاریم عزیزان. خیلی ممنون ساسان جان، واقعا برای ما بودن شما در این برنامه و برای عزیزان خیلی خودش برکت هست. و همینطور که طبق روال قبلی برنامه‌های خودمون داشتیم، عزیزانی که سوالاتشون رو برای ما ارسال می‌کنن در این بخش، در این برنامه میرسیم، سوالات میرسه به بخش زندگی عملی مسیحی و قسمت‌هایی که توی زندگی عملی خودمون ما باش درگیر هستیم. میدونیم که زندگی مسیحی یک زندگی حقیقیه و کلام خدا حقیقتیه که توی زندگی ما اجرا میشه. زندگی مسیحی یک زندگی هالیوودی و هری پاتری نیست. ما با حقایق زندگی، با چالش‌های زندگی مواجه میشیم. توی ایمان مسیحی ایمانمون به چالش کشیده میشه توی شرایط سخت. و در حال من میخوام با این سوالاتی که در رابطه با زندگی عملیه شروع کنم. دوست عزیزی سوالی رو فرستادن و فرمودن که این اواخر من خیلی دعا کردم اما هیچ جوابی نگرفتم. چرا بعضی وقتها خدا سکوت میکند و هیچ جوابی نمیدهد؟ این سوال رو از برنامه ما کرده، ما هم از شما این سوال رو بسیار خوب من حالا از شما هم خیلی کمک خواهم گرفت. شاید البته بعضی از این سوالا هم به نظر من شاید قبلا هم ما مطرح کردیم، ولی بالاخره عزیزان سوالا رو دوباره تکرار میکنن چون سوالای خیلی ملموسی هست، سوالای خیلی جدی هست برای زندگی. پس این عزیز نوشته که این مدتیه که جواب نمیگیرم از خدا و چرا خدا بعضی وقتا جواب نمیده. من میخوام اول با یه آیه شروع بکنم، یه آیه که برای من یه آیه که خیلی خلاصه میکنه تعلیم کتاب مقدس رو درباره دعا. اگر من بگم که یک یا دو آیه هست که چکیده یه تعلیم کتاب مقدس درباره دعا رو مطرح میکنه، برای من اقلا اول یوحنا فصل 5 از آیات 14 و 15 میخونم. این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم ما را میشنود، و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده. امین. پس من دوباره میخونم این رو، خیلی واسم آیات مهمی است. اطمینان ما چیه که در حضور او داریم که هر چیزی که بر طبق اراده وی، نه بر طبق خواسته خودم، عشق خودم، دل خودم، بر خواسته من باید بر طبق اراده وی باشه، هر چیزی که درخواست کنیم ما را میشنود، و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده. این برای من یکی از کلیدی ترین متون درباره دعا. حالا آیا این به معنی هستش که هر چی پس بنده خواستم از خدا و بر طبق ارادش بود دریافت خواهم کرد همون آن، همون لحظه، همون فرداش؟ خب به نظر من اینم واقعیت نداره و خیلی ابعاد مختلف این سوال باید بهش جواب داد. ولی یکی از جوابهایی که من میخوام الان مطرح بکنم، یکی نه تنها جواب، من که زندگی این دوست عزیز اصلا نمیدونم زندگیش چیه، مشکلش چیه، درخواست دعاش چیه، ولی صحبتهای اصولی داریم میکنیم. سالها پیش از یه واعظی میشینم، به نظرم بیل هایولز بود، مطمئن نیستم، گفتش که بعضی وقتا جواب خدا نه هست، مثل چراغ قرمز،
بعضی وقتا جواب خدا صبر کنه، بعضی وقتا هم جواب خدا بروه. یعنی مثل چراغ قرمز، قرمز و زرد و سبز. شما درخواست میکنی، خدا بهت میگه نه. یا شما درخواست میکنی، خدا میگه الان وقتش نیست. یا شما درخواست میکنی و خدا راه رو باز میکنه، دعا رو اونطوری که تو تصور میکنی جواب میده. حالا ما وقتی که نه رو از خدا میشنویم یا صبر کن رو از خدا میشنویم، به حساب چی میذاریم؟ خدا دعاهای منو جواب نمیده. جواب نمیده. خدا دعای من، ولی نه هم یه جوابه. یعنی اینو من امیدوارم دوستان، آیه کتاب مقدس میگه که دریافت میکنیم جواب رو از خدا. خدا ما رو بی جواب نمیذاره اگه بعد طبق ارادش باشه، ولی جوابش همیشه بله نیست. همونطوری که من داشتم یه کتابی درس میدادم برای برنامه ماهواره، یه کتاب بسیار عالی درباره روابط، اسم کتابش هست Boundaries، یعنی درباره همون حریم شخصی، حیطه‌های شخصی و چطوری باید احترام همدیگر رو توی حیطه‌های همدیگه نگه داریم. خب بعد یه فصلی تو این کتاب که البته من این فصل رو درس ندادم، فقط چکیدش رو گفتم، صحبت نویسنده این صحبت رو مطرح میکنه، یه کتاب خیلی مشهوری از دو تا روانشناس مسیحی به نام Boundaries، ولی یه فصل جالبی واسم داره که خیلی واسم صحبت بامزه بود. گفت همونطوری که ما میگیم ما باید احترام بذاریم به حریم شخصی همدیگه، همونطور هم باید احترام بذاریم به حیطه و حریم خدا. همونطوری که خدا به ما احترام میذاره، ما هم باید به خدا احترام بذاریم. به چه معنی؟ اگر من از شما، من و شما با هم دوستیم، آیا دوستی به این معناست که هر وقت من از شما چیزی خواستم باید واسم انجام بدی؟ و اگر بگی نه، اون موقع دوستیمون خراب میشه. اینا دوستی‌های بده، دوستی‌های سالمی نیست. و یکی از نکات اصلی این کتاب Boundaries اینه که هم خودمون باید نگفتن رو یاد بگیریم، چون بنده و شما نمیتونیم درخواست همه رو انجام بدیم، و هم باید احترام بذاریم وقتی کسی به ما نمیگه. پس ولی ما تو ایرانیا خب مشکل داریم تو این داستان هممون. خب ما ایرانی، آره، اون که حالا یه داستان دیگه است. ولی نکتهش اینه، پس اگر صحبت اینه که باید به حریم همدیگه احترام بذاریم، من باید بتونم به آزادی خودم نبگم به درخواست کسی و کسی وقتی من نگفت باش قهر نکنم، همینطور هم باید با خدا، اگر خدا نگفت نباید با خدا قهر بکنیم. نباید فکر کنیم که اگر خدا محبته پس هر وقت من گفتم بده 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 خدا باید بده بده بده، وگرنه من با خدا قهر میکنم، خدا خوب نیست، خدا دعا جواب نمیده. پس من فقط دارم به عنوان یک جواب، نه تمام جواب‌های این دوست، ولی یه جواب اینه که شاید خدا جواب داده، شما از جوابش خوشت نمیاد و فکر میکنی خدا جواب نمیده چون جواب نه رو دوست نداری بشنوی، یا شاید هم جواب صبر کنه، الان وقتش نیسته، و دوباره تو اونو داری به حسابی میذاری که جواب نداد. خدا جواب نداد، من مدت هاست دارم دعا میکنم خدا جواب نمیده. پس من فقط خواستم که یکی دو تا نمونه گفته باشم، پس این که عزیزان فکر بکنن که میشه اینطوری نگاه کرد که اگر من دعام بر طبق اراده خداست نه بر طبق هوس خودم، چرا جواب نمیگیرم؟ شاید خدا میگه الان وقتش نیست. این پس خواستم بگم یک جواب هست. نکات دیگه ای که دوست دارم از خودت بشنوم، تو خودت هم سال هاست تو کار خدمت بودی، وقتی مردم درباره دعا و این جواب دعا ازت میپرسن چه نکات دیگه ای رو مطرح میکنی براشون؟ در رابطه با جواب دعا، باید من اون چیزی که همیشه تکرار میکنم روی اون اینه که دعا وسیله نیست برای اینکه من به نیازهای خودم برسم. دعا خیلی راحت میشه گفت که به مفهوم گفتگو کردنه. تو کلمات فارسی، واژه فارسی، اصلا ما اسمشو دعا نگذاریم، بگیم که گفتگو، وقتی برای گفتگو، وقتی برای صحبت کردن، وقتی برای خلوت کردن با یک دوست، وقتی برای شنیدن، وقتی برای شنیدن. ولی گفتمان یعنی هم بگم هم بشنوم، و این گفتمان دو طرفه است، یعنی گفتمان یک طرفه نیست. شما فقط بگی من اینجا بشینم بشنوم بگم بله بله بله، ولی از اینجا که برم بیرون هیچی به یاد نیارم و نخواب انجام بدم چیزایی که از شما شنیدم. خب رابطه دو طرفه به این معنیه که خدا از من یک چیزی رو میخواد. خدا از من میخواد من مقدس باشم. خدا از من میخواد توی زندگیم تمیز باشم. میخواد که من کلام اون رو اطاعت کنم، برم بشارت بدم. به طور مثال این رو عرض میکنم. و
ولی خب من میگه که خدا در کلامش میگه که شهادت دروغ نده، به همسایه خودت خیانت نکن، برای همسایه خودت شهادت دروغی نده. من میام بهش میگم که خب من میخوام که به من یک ماشین مثلا بنز بدی، یا مثلا تو زندگی من به من یک همسر خوب بدی، یا موقعیت کاری خوب، شغلی خوبی بهم بدی، ولی که این رابطه چطوریه؟ این یک طرفه، یک طرفه است، دو طرفه نیست. خدا از من یه چیز دیگه خواسته، من ازش یه چیز دیگه میخوام. این رابطه یعنی دو طرفه مثلا داری اینطوری میگی خدا میخواد که ما زندگی پاک داشته باشیم، مطیع اون باشیم. مسیح خیلی زیبا وقتی میگه که تو ملکوت رو اول بذار، دنبال ملکوت باش، بقیه نیازهات خدا به داده میشه. خدا میخواد اون در ارجحیت باشه، من زندگی پاک بی خیال، اطاعت بی خیال، عشق به خدا بی خیال، هزار تا ببخشید کثافتکاری هم میکنم، ولی درخواستای خودم رو دائم به خدا دارم بالا میفرستم، که مثل یه پاپا نوئل باید کادوهاشو واسم بفرسته پایین. دقیقاً توی حالا آیاتی هم هست همونطور که میخواستیم ادامه بدیم که دلایل دیگه هم هست، همونطور که شما اشاره کردی در کتاب اشعیا در عهد عتیق باب 59 آیات 1 و 2 میگه که هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوشهای اون سنگین نیست تا نشنود. میگه اون گناهان ما بین ما و خدای ما حائل شده و اون نمیشنوه، ولی دلیل بر این نیست که اون نمیتونه کاری انجام بده. پس یکی از موانع گناهانیه که ما اعتراف نکردیم و بین ما و خدا حائل شده. اوکی. اجازه میدیم من از ترجمه مژده برای عصر جدید بخونم، اشعیا 59 1 2 و 3 رو هم میخونم. فکر نکنید که خداوند آنقدر ضعیف است که نمیتواند شما را نجات دهد، یا آنقدر کر است که فریاد شما را برای کمک نمیشنود. به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمیشنود. این گناهان شماست که بین شما و خدا، حتی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید، جدایی ایجاد کرده است. شما مرتکب گناهان دروغگویی، خشونت و قتل شده اید. به دادگاه میروید ولی حقیقت را نمیگویید. میخواهید با دروغ در دعوا برنده بشید. نقشه های خود را برای آزار دیگران دنبال میکنید. توطئه‌های شرارت آمیزی که طرح میکنید و غیره و غیره و غیره. هر جا می روید خرابی و ویرانی به جا می گذارید، ولی در این حالم موقعش که میرسه خدا میگه که به خدا میخوای بگی که چرا دعاهامو جواب نمیدی. پس این البته میگم اینم تنها دلیل نیست، ولی یکی از دلایل میتونه گناهانی باشه تو زندگی که داره مانع میشه که ما با خدا ارتباط شفاف داشته باشیم. البته دلایل دیگه هم هست و موضوعات دیگه هم هست که میتونیم عنوان کنیم که امیدوارم در بخش بعدی بتونیم به اونها بپردازیم. دوستان عزیز بیننده برنامه رو به اتفاق خواهیم دید، خواهش میکنم که در بخش بعدی ما رو همراهی کنید. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و سوال دوست عزیزی رو که فرموده بودن که حالا من سوال رو میخونم خدمت شما. که این اواخر من خیلی دعا کردم اما هیچ جوابی نگرفتم. چرا بعضی وقتا خدا سکوت میکنه و هیچ جوابی نمیده؟ سوال ما تو بخش قبلی عنوان کردیم، یک سری دلایل رو شما فرمودید و به اون پرداختیم و میخوام ادامه بدیم بازم. بله نه، شما هم دلیلی رو مطرح کردید. من فقط به عنوان خلاصه بگیم، تو قسمت گذشته گفتیم که یک جنبه از جواب این دوست عزیز این هستش که ما باید درک بکنیم که همیشه جواب دعا بله نیست. باید قبول کنیم که بعضی وقتا خدا نمیگه به دعاهای ما، اونم یه جوابه. خدا صبر کن میگه به دعای ما، اونم یک جوابه. ما معمولا انسان ها خوشمون نمیاد از نشنیدن یا صبر کردن، ولی اون به این معنی است که خدا جواب نمیده، بلکه خدا داره میگه الان وقتش نیست، یا نه اصلا این دعا الان جواب دادنش اصلا من ندارم، میگم من صلاح نمیدونم. به عنوان مثال یک جنبه دیگه هم که شما مطرح کردی و از اشعیا خوندین، گناه یک فاکتور دیگه هست. از دید کتاب مقدس گناه باعث میشه که اون شفافیت، اون رابطه زنده بین من و خدا خدشه‌دار بشه، شفافیت وجود نداشته باشه. و توی اشعیا خوندیم که به خاطر خدا گوشش گر نیست، خدا ناتوان نیست، به خاطر گناهان شماست که خدا دعاهای شما رو جواب نمیده. ما بخوایم تو هزار تا گناه باشیم ولی اراده خدا رو انجام نمیدیم، بعد میگیم ولی موقع دعا میریم سر
که خدایا بده بده بده، مثل پاپا نوئل. حالا کلام خدا ما میگه که اراده خدا برای زندگی پاک چیه، همه اونا رو ما زیر پا میذاریم هر روز، ولی موقع نیازمون میریم به درگاه پدر آسمانی و شاکی هم هستیم وقتی دعاها جواب پیدا نمیکنه اونطوری که ما میخوایم. پس این دو تا نکته ای که مطرح کردیم، حالا نکات دیگری که دوست دارم شما هم بپردازی رو بفرمایید. خواهش میکنم. منم به یاد میارم آیه ای که در انجیل یوحنا، ببخشید، رساله اول یوحنا باب 1 آیه 9 هست، آیه معروفی که در رابطه با اعتراف به گناه هست و ما ناامید نشیم اگر واقعا گناهی هست که تا به حال اعترافش نکردیم و احساس میکنیم این یک مانع. این آیه میتونه به ما کمک کنه، با استفاده از این آیه میتونیم به حضور خداوند بریم و این آیه میفرماید که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، اون امین و عادل است تا گناهان ما رو بیامرزد و ما رو از هر ناراستی پاک سازد. این ایمان و این امید رو ما در عیسی مسیح داریم و میتونیم با اعتراف به گناهان خودمون این بار رو سبک کنیم و این مشارکت رو دوباره از نو احیا کنیم. دلایل دیگه که ما میخواییم حالا به اون قسمت ها بپردازیم، علی‌رغم همون آیه‌ای که در مکاشفه در اشعیای نبی خوندیم، در کتاب یعقوب در عهد جدید آیه‌ای هست که یکی از دلایل دیگه رو بسیار متن کلیدی درباره دعا هستش. آها بله، در کتاب یعقوب فصل 4 از آیه 1-4 میخونم خدمت شما. میخواید شما از روی ترجمه هزاره نو بخونید؟ میخواید؟ اوکی، بسیار خوب. از کجا در میان شما جنگ و جدال پدید میآید؟ آیا نه از امیالتان که در اعضای شما به ستیزه مشغولند؟ حسرت چیزی را میخورید اما آن را به دست نمیآورید. از طمع مرتکب قتل میشوید اما باز به آنچه میخواهید نمیرسید. جنگ و جدال برپا میکنید اما به دست نمیآورید، از آن رو که درخواست نمیکنید. آنگاه نیست که درخواست میکنید نمییابید، زیرا با نیت بد درخواست میکنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. بله، همین آیات خیلی کمک میکنه که ما بدونیم که چند تا دلیل هست. یکی این که اول میگه که یکی دلایلی که جواب تو زندگیتون این همه مشکل هست، جنگ جداله، اینه که دعا نمی کنید، یعنی درخواست نمی کنید، اصلا بهش فکر نمی کنید، فقط خودتون رو درگیر می کنید، از خدا نمی خواهید که بیاد وارد زندگی های شما بشه و کمکتون بکنه. البته حالا این دوست گفته من دعا می کنم ولی جواب نمی گیرم. این سوال این دوست داره. قسمت بعدی این آیات که شما قرائت کردید میگه که حالا دعا هم می کنید ولی باز جواب نمی گیرید. دلیلش اینه که به نیت بد دعا میکنید تا در لذات خودتون صرف کنید. چیزهایی رو میخواید، طالب قسمتهایی از چیزهایی هستید که توی زندگیتون اونها رو برای خواهشهای خودتون مصرف بکنید، نه برای جلال خدا و نه برای اراده خدا که شما اشاره کردید توی بخش قبلی که ما میبایست که باید در اراده خدا درخواست کنیم. طبعا کسی که با خداوند زندگی میکنه دائم میخواد که اراده خدا توی زندگیش انجام بشه، اون شخص بر اساس اراده خدا هم درخواست میکنه و نه بر اساس اراده خودش. این یکی از اون دلایلی که ما میبایستی که بهش توجه بکنیم. دلایل دیگه این هست که بازم از شما میخواییم. نه، یه دلیل دیگه، البته میگم یه دلیلی که رضا خیلی ها مطرح میکنن این دلیل رو، حالا من نمیخوام که طوری الان جوابامون داریم از کلام خدا آیات رو مطرح میکنیم، نمیخوام طوری جواب مطرح بشه که اون شخص خودش بیشتر احساس سرکوفتگی بکنه که ای بابا پس تمام تقصیرها این شد که چون بنده گناهکارم و خارج از اراده خدا دارم زندگی میکنم و با نیت بد دارم دعا میکنم و به خاطر هوس های خودم و این حرفا، خدا جواب نمیده، این شد جواب آخه. نه، گفتیم این یه قسمت از جوابه. من که نمیدونم این دوست عزیز تو چه وضعیتیه، اگه مثلا یه شخصی داره برای نجات همسرش یا فرزنداش دعا میکنه، اگر یه شخصی برای شفای بیماری یه عزیزی دعا میکنه، این که خب با نیت بد نیست، این که به خاطر گناه نیست، پس ما نمیخوایم بگیم تمام دلایل به خاطر اینه که یا تو گناهکاری آدم که جواب نمیگیری یا با نیت بد داری دعا میکنی. نه، اینا دلایلی میتونه باشه تو زندگی بعضی از اشخاص
ولی گفتیم یه دلیل دیگرش که همون اول که نه بعضی وقتا هم جواب نه هست و ما چراش رو نمیدونیم، ولی باید اعتماد بکنیم به خوبی و حکمت خدا. من نه یه دلایل دیگه رو میخوام مطرح بکنم رضا، حالا الان واسهش آیه ندارم دقیقا، ولی دلایل خیلی جا افتاده ایه در دنیای تعالیم مسیحی. خیلی وقتا ما از دعا میکنیم ولی تعالیم مسیحی به ما میگه که خدا میخواد خودت جواب اون دعا باشی. یعنی خدایا به گشنه های بچه های گشنه آفریقا خداوندا برکت بده، سیرشون کن. آخه از آسمون که غذا نمیریزه، بله زمان موسی میریخ دیگه، از این خبرها نیست. کی باید این بچه ها رو سیر بکنه؟ من ایماندار مسیحی، کلیسای مسیح. یعنی خیلی وقتا خود ما خدا میخواد جواب دعاهایی باشیم خودمون. به نظر من یه دلیل دیگه، نه تنها دلیلش، یه دلیلش تنبلی های ماست. من یه سری تنبلی هایی که خودمون نمیخوایم قدم برداریم برای اینکه جواب دعا باشیم و همش فکر میکنیم که باید مسئولیت رو بفرستیم به آسمان. حالا از خدا خدا میگه که به کلیسای مسیح، شما دست و پا و بدن مسیح هستید. پس اینی که ما فقط بشینیم اینطوری دعا، یعنی این که من فقط بشینم از خدا بخوام انجام بده، این نه نشانه ایمانه نه نشانه دعای صادقانه هست. پس خیلی وقتا خدا میگه من میخوام تو خودت جواب این دعا باشی، خودت قدم برداری برای رسیدن به تحقق این دعا. این یه نکته هست. و من حالا میخوام حالا از گشنگان آفریقا بیایم به یه قسمت نزدیکتر زندگی. یه درسایی رو من میدادم درباره ایمان سمی، تو اون درسا این رو مطرح کردم. من خیلی عقیده دارم که حالا به خصوص توی این مسائل خانوادگی میخوام مطرح بکنم، من خیلی عقیده دارم که ما انسان‌ها خیلی وقتا بخواد فرار میکنیم از مسئولیت‌های خودمون پشت نقاب دعا و ایمان و روحانیت. مثلا اینو به سر من بارها آوردم، عزیز من شما در رابطه زناشویی اگر با همسرت مشکل داری، به جای اینکه هر شب بگی من فقط دعا میکنم خدا همسرم رو عوض کنه، شما باید قدم برداری برای عوض کردن خودت. اگر نیازه بری 4 تا کتاب مسیحی درباره زندگی زناشویی بخونی، اگر نیازه بری پیش یه مشاور و متخصص، روانکاو، پیش یه روانکاو، روانشناس، بری با اشخاص حکیم تو زندگی مشکلاتت رو در میون بذاری، قدم‌های عملی برداری برای حل مشکلت، برای حل اختلافاتت، برای نزدیک شدن به همسرت، به بچه‌ت، به دوستت. فقط این نیستش که من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من فقط باید دعا بکنم. و به نظر من ما از دعا داریم اینجا سوء استفاده میکنیم. حالا میگم این شخصی که میگه من دعا میکنم جواب نمیگیرم، میتونه قسمتی از جواب این سوال این باشه که شما خودت قدمهایی برداشتی که مسئولیتش خودته. در درجه اول خودت مسئولیت داری. ساسن جان، من الان اشاره کردی به روابط بین شوهر و زن، روابط خانوادگی. من به یاد بودم که در رساله پتروس این رو میگه. بله بله. موضوعی هست که اشاره میکنه به همین روابط. بله. یکی از دلایل اینکه دعاهای ما آقایون بله شنیده نمیشه یا جواب داده نمیشه، حالا من نمیدونم این عزیزمون که ایمیل زده آقا هست خانم نمیدونم، یکی از دلایلش اینه بله. که اگه ما همسرمون از دستمون ناراضی باشه، بله. اگر من به همسرم دارم گناه میکنم، بی محبتی میکنم، بی احترامی میکنم، پتروس به آقایون میگه خدا دعاهای شما رو نمیشنوه و جواب نمیده. اگر با زنت مشکل داری نمیتونی بیای در درگاه خدا بکنی خدا اوکیه، من با خدا اوکیم الان. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. 100%. مسیح همین به این بلد. مسئله اشاره بلد. میکنه. ساسان جان در انجیل متا میگه که اگه با برادرت مشکل داری، بهش گفتی احمق، نمیدونم دل اونو شکستی، اومدی کلیسا مثلا یا اومدی توی معبد، اومدی هدیه بدی یا پرستش کنی خدا رو، میگه هدیه خودت رو اونجا واگذار
اول برو از دل برادرت بیرون بله. بیار، برو با اون اول صلح بکن بله. بعد بیا هدیه‌تو بده بله. بله. این یکی نکته یکی خیلی بله. مهمه تو روابط بله. پس میخوام بگم که اینا هم میتونه ما فقط داریم اصول رو مطرح میکنیم، هیچ بنده هیچ بله. نمیدونم این دوست عزیز درخواست دعاش چیه، ولی داریم اصولی رو مطرح میکنیم که ما با یه خدای سر و کار داریم که وعده داده. تو اول یوحنا خوندیم، تو انجیل یوحنا مسیح میگه وقتی در نام اگر در نام من بخواهید به شما داده میشه، و اول یوحنا تعریف میکنه در نام مسیح خواستن یعنی چی، نه فقط وردی بگی هر چی میخوام در نام عیسی مسیح، نه، بر طبق اراده خدا اگر باشه، اگر خودت داری در اراده خدا زندگی میکنی و بر طبق اراده اون درخواست داری، کلام خدا وعده میده خدا جواب میده. ولی دلایلی که جواباش رو ما نمیشنویم، قبول نمیکنیم، داریم یه سری مسائل اصولی رو مطرح میکنیم که حالا تو قسمت بعدی دوباره میتونیم این موضوع رو بیشتر ادامه بدیم. خیلی ممنون از توضیحات شما دوستان عزیز، به اتفاق برنامه رو میبینیم در بخش بعدی، با ما همراه باشید عزیزان. دوستان عزیز به استدیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو ادامه میدیم در رابطه با سوالی که دوست عزیزی کرده بودن که چرا این اواخر من جواب دعامو دریافت نمیکنم. در دو بخش قبلی پرداختیم به این سوال و قسمتهایی رو جاهایی رو اعلام کردیم که در رابطه با این موضوع بود. ولی ساسان جان، من یک سوال دیگه ای رو که یکی دوست دیگه برای ما فرستاده که چرا حالا ما بعضی وقتا شفا نمیگیریم، دعا میکنیم شفا نیست. میخوایم که این دو موضوع رو در کنار هم با هم جواب آره یعنی چون یه سوالی هم مطرح شده درباره شفا و چرا شفا رو اونقدر دیگه دریافت نمی‌کنیم. خیلی وقتا دعاهای ما درباره شفا هست و این دعا و شفا با هم ربط پیدا می‌کنن. البته دو تا موضوع هستن، دو تا موضوع متفاوتن، ولی اینجا من میخوام اینطوری میخوایم ربطشون بدیم تو این برنامه، چون خیلی وقتا دعاهای ما برای شفای جسم، برای شفای روح، برای شفا در یک رابطه است، در یک ازدواج، شفا از سرطانه. پس قسمت زیادی از خیلی از دعاهای ما شفا و سلامتی در یک بُعد زندگی، و اونم سوال میشه، نه فقط چرا خدا دعا جواب دعاهامونو جواب نمیده بعضی وقتا، ولی چرا پس شفاها هم مگه شما نگفتی که وقتی بر طبق اراده خدا دعا بکنیم اون میشنوه؟ مگه اراده خدا سلامتی نیست؟ مگه اراده خدا شفا نیست، شلوم نیست؟ حالا این یه بحث دیگه در شفا هست که من الان واردش نمیخوام بشم، که نه، اراده خدایی نیستش که همه بشریت همیشه شفا پیدا بکنه. مسیح هم همه مرده ها رو زنده نکرد، همه مریضا رو شفا نداد. قسمتی از این دنیای سقوط کرده، دنیای افتاده، مریضی هست، مرگ هست، سرطان هست، ورشکستگی هست، بیماری هست. حالا باید دکترها همه تعطیل میکردن، مغازه‌هاشون رو می‌بستن، مطب ها رو که می‌رفتن می‌خونه استراحت می‌کردن. آره، دکتر احتیاج نداره. پس می‌خوام بگم زمان خود مسیح همونطوری نیست که ما فکر کنیم مسیح همه مرده ها رو زنده کرد، همه بیمارا رو شفا داد. نه، نمونه هایی مطرح میشه تو کتاب مقدس از شفای مسیح. پس و قرارم نیست تا هنوز تو این دنیای سقوط کرده و گناه آلود ما داریم زندگی میکنیم، داریم دست و پنجه نرم میکنیم با سرطان، با بیماری، با ورشکستگی و با ابعاد مختلف شکستگی، گناه و سقوط زندگیامون و این دنیا. ولی حالا بریم دوباره سر موضوع دعا و ربطش بدیم به شفا توی یه بُعد دیگه. چرا بعضی وقتا دعاهامون جواب داده نمیشه؟ چرا بعضی وقتا شفاها داده نمیشه؟ یک بُعد دیگه‌اش، میگم ما ابعادش رو صحبت ابعاد مختلفی رو صحبت کردیم، ولی یه بُعد دیگه‌اش اینه که بارها و بارها میبینیم که کلام خدا، اولا قبل از اینکه وارد این جواب بشم اینو میخوام بگم، ببخشید فراموش کردم بگم، اگر من و شما با دل این پدر آسمانی روبرو شدیم، اگر من و تو با محبت مسیح روی صلیب روبرو شدیم، اینقدر شواهد پس داریم در کلام خدا که حتی وقتی یه دعایی جواب داده نمیشه شک نکنیم به حکمت خدا و به خوبی خدا. این خدا خودش رو وفادار نشون داده بارها و بارها. پس برای ایماندار من امیدم اینه که زود ما ول نکنیم که ای بابا جواب دعا نیامد، پس خدا منو دوست نداره، خدا توجه نمی کنه، خدا چشش، خدا دیگه
توجهش به من نیست. کلام خدا میگه که توی پتروس، من انگلیسیشو میدونم، فارسیشو نمیدونم چیه، ولی میگه که تمام بار تو به دوش خدا بنداز، چون اون فارسی میگیم به فکر تو هستش. فارسی من ترجمه قدیمی رو میخونم اگه شما ناراحت نمیشه. میگه و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر خواهد کرد. من حالا واسه من انگلیسیش خیلی بیشتر لذت داره، میگه که cast all your cares upon him for he cares for you. این بار قصه و غم از دوشت بده به دستای اون، چون اون تو براش با ارزشی، تو براش با اهمیتی. پس ما با یه همچین خدایی سر و کار داریم که نباید زود ول کنیم که این دعا جواب داده نشد، این مشکل حل نشد، این سرطان شفا پیدا نکرد، پس خدا منو دوست نداره، خدا منو فراموش کرد. یک چیزی، نکته دیگه هم که من توی پرانتز باز میگم اینه که ما وقتی که دعا میکنیم خیلی خوبه که بدونیم با یک شخص در دعا روبرو هستیم، نه با یک آدم آهنی یا یک نیروی خارق‌العاده که ما بتونیم از اون نیرو توی زندگیمون یا یک انرژی که تو زندگیمون ازش استفاده بکنیم. یک شخصی که مثل خود ما دارای قوه تعقل، قوه احساس، قوه ادراک و قوه اراده، و اگر که ما با این شخص روبرو هستیم به عنوان یک شخص، بدونیم که اون برای تمام قسمت‌های زندگی ما فکر میکنه، مثل یک شخص با ما رفتار میکنه. توی رومیان فصل 8 آیه 28 میگه برای کسانی که خدا رو دوست دارن و بر حسب اراده او خوانده شده اند، تمام چیزها برای خیریت ایشان با هم در کاره. آمین. آیات بسیار مهم. تمام چیزها برای خیریت فرزندان خدا که خدا رو دوست دارن در کار برای اونها. خب حالا نکته دیگه‌ای که میخواستم حالا بهش برسم اینه که خیلی وقتا خدا اجازه میده ما به لحظه های آخر برسیم، جواب دعا سریع داده نمیشه، شفا همون آنی که ما میخواییم داده نمیشه. چرا؟ چون میخواد به اون لحظه آخری برسیم که بعد وقتی خدا جواب میده جلالش نمایان بشه. دقیقه 90 خدای لحظات آخر، خدایی که وقتی به آخر خط خودت رسیدی، آخر حکمت، آخر تکنولوژی، آخر علم، آخر منم، اون موقع خدا خیلی وقتا وارد صحنه میشه که جلال خودش رو نشون بده و در این حال بازوهای ایمان ما رو تقویت کنه. مثل تمرین روحانی ما توی اون هفته پیش صحبت زن کنعانی رو میکردیم که مسیح همون آن جوابش رو نداد، ولی بعد شفا داد دختر اون زن رو، که بعد میگه عجب ایمان عظیمی، همچین ایمانی تو خود اسرائیل وجود نداشت. پس که ایمان ما شکوفا بشه، توکل ما به خدا شکوفا بشه، جلال اون نمایان بشه. من توی واسه من یکی از نمونه های زیبای عهد عتیق توی این قسمت داستان خروج اسرائیل از مصر، وقتی به کنار رود دریای سرخ میرسن، آره، با تمام اون بلاهای عظیم خدا اونا رو از مصر میاره بیرون، ولی اینا دوباره میرسن به دریای سرخ، یه ور دریاست یه ور ارتش فرعون. جالبه که به دستور خود خدا میره. دقیقاً. این خیلی خدا میفرستنشون جایی که نه جلو دارن، نه راه پیش دارن، نه راه پس، نه راه پیش، نه راه پس، مطلقه براشون. و اونجا دوباره میاد و عظمت خودشو نشون میده. بارها ما با همچین خدای روبرو میشیم. دو تا داستانی که سریع میخوام بهش اشاره بکنیم، شفای کور مادرزاد توی انجیل یوحنا فصل 9. دوباره یک کسی که شفا نداره، کوره و شاگردای مسیح هم مثل بنده و شما شروع کردن به این که اول رفتن سر داستان گناه، که این گناه مادر باباشه، بابا ننشه، گناه خودشه، به چه دلیلی این کوره؟ مسیح چه جوابی میده برای شفای کور مادر؟ بله، شاگردان همونطوری که اشاره کردید مثل خیلی از دوستان ما یا مثل خود ما شاید قضاوت میکنن و زود گفتن که این پدر مادرش گناه کردن یا خودش مرتکب یک گناه شده. من دیدم اخیراً این توی خیلی از جاهای دیگه، گروه‌های مسیحی دیگه هم حتی مطرح هست که این طرف گناه، میگن مریضه، بیماری دیگه داره، میگن که این حتما یه گناهی کرده. بله. این هم بله. که افکار بسیار اشتباه. بله. مسیح صریحاً به اونها میگه که
گناه نه این کرده نه پدر مادرش، یعنی تقصیر هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه تا جلال خدا برای بله. البته طرف سالها زندگی سخت داشته، از دید بنده و شما میگیم ای بابا این چه زندگی سختیه، ولی وقتی زندگی کوتاه انسانی رو تو اون بعد ابدی نگاه میکنیم، با حکمت خدا این ارزش داشت که این مرد تو اون لحظه جلوی مسیح باشه، بر طبق نقشه الهی کور به دنیا اومده، نه به خاطر گناه خودش و پدر مادرش، که مسیح اون رو تو اون مقطع زمانی شفا بده برای جلال خدا، برای نمایان کردن عظمت خدا در زندگی اون شخص. ساسان جان من اینو خیلی خوبه اشاره کنم که یکی از زیباترین شهادت ها توی عهد جدید شهادت این مرد کوره برای من. زیباست واقعا شهادت این شخص رو من میشسته. میگه من نمیدونم، به اون شورای سندرین میگه بلیسیان خیلیشون میگیرن که آقا این کی بود تو رو شفاده؟ میگه من نمیدونم شماها میگید گناهکاره، چی بوده چی نبوده، فلسفه بافی نمی کنه. میگه که من فقط یک چیز میدونم، اینکه من کور بودم و الان بینا شدم. قبلا چشمای من رو به حقیقت بسته بوده و الان دارم چشمام به روشنی حقیقت رو میبینم. این زیباترین شهادتیه که توی عهد جدید من دیدم. و بعد داستان مرگ ایلیازر میگیم. ایلازر یا بالا انگلیسی میگیم لازارس. ایلازر مریضه. در انجیل یوحنا فصل 11 انجیل یوحنا اون کور مادرزاد فصل 9 یوحنا ایلازر فصل 11 مریضه، پیغام میدم به مسیح، مسیح دو روز میمونه. مسیح زود نمیگه مریضه دوست منه پس برم سریع بهش برسم. وقتی که میرسه که میدونه ایلازر مرده، شاگرداش ازش سوال میکنن این داستانش، میگه ایلازر خوابیده. بریم بیدارش کنیم. در مورد مرگش پیدا صحبت می‌کنه. این خیلی جالبه که کسی که میگه از وقتی گفتیم جواب، بعضی وقتا مسیح جوابش صبر کنه. واسه ایلازر جواب صبر کن بود. بعد میگه که ایلازر مرده است، بعد مسیح میره اونجا و بعد مسیح یکی از بزرگترین معجزه هاش رو میکنه. از چه طریقی؟ از طریق زنده کردن ایلازر. اگر مسیح ایلازر بیمار رو شفا میداد، به اون اندازه نمایان نمیشد جلال خدا که ایلازر مرده رو مسیح زنده کرده. مسیح حتی از پدر تشکر میکنه برای موقعیت که نمایان کنه جلال خودش رو. پس میخوام بگم همه این داستانا به ما نشون میده که با یه خدای سر و کار نداریم که ما باسش بی اهمیتیم، با یه خدای سر و کار داریم که در درجه اول میخواد نقشه اون در زندگی ما انجام بشه، در درجه اول جلال اون و رشد ایمان ما براش مهمتره تا من هرچی بخوام همون آن دریافت کنم. خیلی وقتا هممون این مثالا رو داریم که یه چیزی رو از خدا خواستیم، خدا با اصرار بهش رسیدیم، باعث ضرر ما شده و یه چیزی رو ازش و یه دری ولی بسته شده، یه در دیگه باز شده و با اون در باز که رفتیم باعث برکت ما شده. پس وقتی تمام این تجربه های خودمون رو نگاه میکنیم تو زندگی، کارهای خدا رو نگاه میکنیم تو کتاب مقدس، مسیح رو میبینیم روی صلیب، قلب پدر رو میشنویم از کلامش، باید ایمان داشته باشیم که خوبی این خدا و حکمت این خدا برتر از دید محدود انسانی من. پس امید رو از دست ندیم، چه برای دعا برای شفا، چه دعا برای مسائل دیگه، و بچسبیم به این خدایی که وعده داده که در وقت خودم به نحو احسن جلال خودم رو در زندگیت آشکار میکنم و درم از تمام موقعیت ها استفاده میکنم. رومیان 8 برای برکت تو و بنای تو فرزند. مرسی از توضیحاتتون. واقعا ما میدونیم که با خدایی روبرو هستیم که خسیس نیست که بخوایم به زور از اون چیزی رو بگیریم. خدایی هست که قلبش پر از محبته و میخواد که بهترین ها رو به زندگی های ما بده. ما با چنین خدایی روبرو هستیم. خیلی خوشحالیم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان بودیم با همکاری دوست بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی. میخوام که باز نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید و سوالات خودتون رو برای این برنامه بفرستید. تا روز دیگه، برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به
دست های پر محبت خدای پدر، خدای محبت می سپارم. بدرود عزیزم.